لحظات دیگر در حضور بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه. داره که توپ رو روی دروازه بره. همین کارو می‌کنه. روی سر مظلومی و توی دروازه پرسپولیس. گل اول استقلال از ضربه پرویز مظلومی. شادی تو راه رفت. فرصت داره توی دروازه. توی دروازه. فرصت پیو. دیدار پنجم دو تیم که روز جمعه سوم مهر ماه 1349 در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می شود یک بازی دوستانه است. نمیدونم مدیران باشگاه صحبت کرده بودند با فدراسیون که هر تیمی برنده شد از اون نفرات بیشتر برای تیم ملی که عازم مسکو بودیم قرار بود بریم با تیم ملی شوروی بازی کنیم بره اونجا. پرسپولیس همه بازیکنان کوچ کرده پیکان را دوباره در اختیار دارد. برای آنکه بازی در آرامش انجام شود، قضاوت مسابقه به یک داور ترکیه‌ای به نام ارتوغرل دیلک سپرده می شود. بازی با حملات پرسپولیس آغاز می شود. علی پروین در دقیقه هفتم برای اولین بار در تاریخ شهرآورد پرسپولیس را پیش می اندازد. در دقیقه 23 حسین کلانی گل دوم را برای دروازه ناصر حجازی می کند. نیمه اول پرسپولیس 2-0 ما رو برد. دو گل جلو بود. رایکوف اونجا نشسته بود. منم پیش رایکوف نشسته بودم، ذخیره بودم. آقای کاشانی اومد به من گفت مستر رایکوف برو یوگسلاو. یعنی بازی رو باختی. نیمه دوم که شد. نیمه دوم شد رایکوف من آورد تو زمین. ما این ور وایسادیم، اون ور باد حمله می‌کردیم. اولین پاسو کارو داد، گلر تیم پرسپولیس آقا حسینی بود. اولین پاس را کارو داد، من با هد زدم تو گل، شدیم 2-1. گل دومو کارو با شوت چپ فوق‌العاده بود فوتبالش زد، اون سجاف جفتو. گل سوم عباس مجدی با هد چکشی زد. تراژدی قرمزها تکمیل می شود. استقلال بازی باخته را با برد عوض می کند. حالا همه از رایکوف صحبت می کنند، مردی که در اولین داربیش با تعویض‌های طلایی تیمش را به مرز پیروزی رسانده است. رایکوف همیشه دنبال جوان بود. یعنی خدا بیامرز لیست محلات ما را هم داشت که کجاها فینال محلات داره انجام میشه که بریم اونجا با من آقای عبدالله با دوست اونایی که خیلی باشون قاطی بود خودش کار کرد بریم اونجاها ببینیم تو محلات چند تا بازیکن خوب گیر میاد که دعوتش بکنیم به جوانان تاج یا استقلال فعلی و خیلی بها میداد. رایکوف خیلی مربی بزرگی بود. رایکوف به گردن فوتبال ایران حق داره. رایکوف با ورودش به تیم تاج اصلا سیستم فوتبال در ایران رو تغییر داد. اون بازی گروهی زمینی روی آوردن به جوانها، کسانی مثل روشن که در 16 سالگی توی تاج بازی میکنه. یعنی من یادمه که قبل از اینکه من بیام تیم تاج اصلی بازی کنم آقای عبدالله بازی میکرد، ولی ما هر یک شنبه جوانانمون با تیم تاج مسابقه داشتیم. هر یک شنبه، جمعه پنج شنبه بازیشون بود یا استراحت بازی. انقدر به تیم جواناش باها میداد که فکر نمی‌کنم یادم نمیاد که تیم جوانان از تاج خورده باشه، از تیم تاج کامل. من احساسم اینه که فوتبال نوین رو به این مملکت الان چیز رایکوف آورد. رایکوف بازیکنای بزرگی رو تعبیر این اجتماع داد، تعبیر اجتماع داد، مثل ناصر حجازی، مثل غلام حسین مظلومی. این بازیکنای بزرگ، شما مظلومی میگم غلام حسین مظلومی، همینجوری ازش گذر نکن، نمونهش امروز نداریم. رایکوف به فوتبال ایران خیلی خدمت کرد، بازیکنای بزرگی رو تحویل تیم ملی فوتبال داد، از جمله مرحوم ناصر حجازی، حسن روشن. من از پدیده‌هایی بودیم که توسط ایشون کشف شدیم. اولا که سیستم رو تغییر داد، ما هنوز قدیم 4-4-2-4 بازی میکردیم با دو تا هافک تو این زمین به این بزرگ، بعد ایشون اومد هافکا رو اضافه کرد. بزرگای اون زمان میگفتن نه ما فقط عادت کردیم به سیستم 4-2-4. واقعا چجوری میشه 4 تا فوروارد 2 تا هافک چجوری میتونن اینا رو تغذیه کنن؟ اینا صحبتایی بود که اون زمان از بزرگای اون موقع میشد. اینا بعد از لحاظ پزشکی خیلی کمک میکرد. یه موقع بود که یه بازیکن آسیب میدید شاید میرفت از فوتبال، از بین میرفت. وقتی رایکوف اومد تمام اون آسیب دیده ها باز برگشتن به فوتبال. من خودم 18 سالگی مینیسکم پاره شد، در یک تیم دیگه یه بازیکن داشتیم رفیقم هم بود، اونم مینیسکش پاره شد.
من حالا پیش رایکوف بودم، اومد یه راهنمایی کرد، یه جورایی چیزایی که بلد بود به من گفت. بعد از عمل من اومدم فوتبال بازی کردم، اومنده خدا اصلا رفت فوتبالش نابود شد، تو یه تیم دیگه بود. از شروع تمریناتی که کرد زمینو اختصاصی کرد، راه نمیداد کسی بیاد برای دیدن تمریناتش و اومد یک سری جوونا رو آورد. یعنی کسی حقیقتا بازیکن بزرگی مثل همایون بهزادی، حمید شیزادگان، عزیز اصلی، حمید جاسمی ها، جعفر کاشانی، حسن حبیبی، اینا رو کسی نمیست دست بزنه، اصلا که جرأت نداره دست بزنه. رایکوف تمام اینا رو گذاشت کنار، اومد از یه بازیکن های جوان ناصر حجازی رو آورد توی 18-19 سالی گذاشت دروازه تیم ملی. حتی ناصر حجازی رو ایراد میگرفتن ازش که شما تو این زمان چرا عزیز اصلی رو گذاشتی کنار، ناصر حجازی رو داری میذاری؟ حتی روزنامه ها انتقاد میکردن ازش. بعدها که دیگه روزنامه ها شروع کردن به تعریف کردن و که آره خیلی زحمت کشید، اگه راجع به رایکوف هر چی بگیم کم گفتیم. بعد از ظهر یک روز سرد زمستانی، ورزشگاه شهید شیرودی شاهد یکی از جنجالی ترین بازی های پرسپولیس و استقلال است. 27 دی ماه 1349 بازی با قضاوت ارشد برازنده و گل حسین کلانی در دقیقه دوم آغاز می شود. پس از اون گل زود هنگام حسین کلانی، بازی بدل به درگیری های فیزیکی شد و در این گونه موارد داور در منگنه قرار می گیره و داور اون دیدار ارشد برازنده، یکی از نامدارترین داوران اون عصر، خیلی زود درگیر برخورد های فیزیکی بازیکن ها، نوعی برخورد های آمیخته به کرکری شد. جلال طالبی برابر فریدون معینی و از همه مهمتر همایون بهزادی برابر مهدی لباسانی. همایون بهزادی بازیکن بزرگ، همایون سرطلایی ما بهش میگفتیم، قهرمان آسیا، یکی از ستاره های بیبدیل اون دوران، و مهدی لباسانی بازیکن جوان لاغرندان ولی بسیار چابک و با انگیزه تاج. و بازی ادامه پیدا میکنه توی مثلا با درگیری های این دو نفر تا به دقیقه اگه اشتباه نکنم حوالی 75 هست و این بازی که درگیری همایون بهزادی و لباسانی به زد خورد کشیده میشه، دقیقا همین وسط میدان. جنجال از آنجا آغاز میشود که در کنار زمین توپ در یک برخورد به بیرون میرود، داور اوت اعلام میکند ولی کمک داور خطا میگیرد. در این بین در میان اعتراض بازیکنان نظر کمک داور اعمال میشود. در ادامه توپ به دست کلانی میخورد، داور آوانتاژ میدهد ولی همان توپ مبدل به گل میشود. مهراب شاهرخی و حسین کلانی به کمک داور اعتراض میکنند اما داور وارد معرکه میشود. او هر دو بازیکن را اخراج میکند اما آنها از زمین بیرون نمیروند. در نتیجه داور زمین را ترک میکند و بازی نیمه کاره رها میشود. و این از اون بازیایی بود که پخش زنده تلویزیونی داشت. این بازی بود که همه دیدن، این همه در صفحه تلویزیون برای اولین بار پخش مستقیم هست و تو برای اولین بار زد و خورد بازیکن ها رو میبینیم. بنابراین از این باب در روند در حقیقت جنجال های ورزشی و رسانه‌ای این بازی پرسپولیس تاج و زد و خورد حمید لباسانی و همایون بهزادی جایگاه کلیدی داره. آقای کلانی بدون کردم با مرحوم مهراب شادخی رو، بعد ما مربیمون آقای دکتر بود، من بودم مثل که گفتم بریم بیرون. ارشد برازنده اخراج میکنه حسین کلانی رو. حسین کلانی خیلی بازی کنه خوش اخلاقی محسوب میشد و هستش، شخصیت بسیار، ولی اخراج میشه تو بازی که برای موها به عنوان بیننده خیلی حیرت انگیز بود. بازی 3-0 به سود استقلال اعلام میشود. بهزادی، کلانی، شاهرخی و لواسانی محروم میشوند و به کاشانی که در جنجال مردم را تحریک میکرد تذکر داده میشود. روز شنبه وقتی که ما روزنامه ها رو باز کردیم دیدیم که مثلا 3 جلسه آقای بهزادی یا آقای لواسانی محروم شدند، نمیدونم آقای کاشانی محروم شده، من و آقای مهراب شاهرخی برای 1 سال محروم شدیم. بازی نیمه کاره مجددن، یک بازی دیگه نیمه کاره. و یادم هست ارشد برازنده بعد از بازی یک مصاحبه کرد که ای کاش من ضبط صوتی داشتم و ناسزاها و دشنام‌های این بازیکنان، این ستاره‌ها، این بازیکنان بزرگو برای تماشاگرها می‌ذاشتن تا بدونن داور رو تا چه منگنه‌ای قرار میدن. اون دو نفر مهراب شاهرخی و کلانی محروم میشن
هماین بهزادی و لواسانی که در زمین با هم زد و خورد کردن برابر دوربین ها یکدیگر رو در آغوش میگیرن و همدیگر رو میبوسن. در حقیقت آغاز سنت نبرد در میدان، زد و خورد در میدان و بعد آشتی کنان و خاطره تلخی بود از نظر رسانه‌ای، با اینکه بازی بسیار پرهیجانی بود. اما تصور میکنم این بازی در آغاز کینه و دشمنی و رقابت دو تیم با اون شکل حاد بازی کلیدی بود، چون جنبه رسانه‌ای بسیار غول‌آسایی داشت، پخش تلویزیونی زنده و زد و خورد دو بازیکن از دو جناح و اون محرومیت‌ها آتیش و شعله‌ور ساخت برای بازی‌های بعدی. بعد از بازی جنجالی ششم که ناتمام باقی ماند، مسئولان فدراسیون توفیق بهراموف، کمک داور معروف و جنجالی فینال جام جهانی 66 انگلیس را برای قضاوت بازی هفتم دعوت می‌کنند. داور ایرانی جرأت گرفتن پنالتی نداشتند. خود همین داوران قبل از اینکه به هر حال به کسوت داوری در بیاد، خودشون فوتبال بازی می‌کردن، تو یکی از این تیم‌ها بودن، حالا یا تیم‌های پایه یا تیم اصلی. اینا البته مثلا خود آقای جعفر نامدار یکی از که اولین داور بین‌المللی ایران بودن، ایشون از اونم در امریکا تشریف دارن، ایشون یکی از بهترین دفاعی تیم شاهین بودن، حتی به تیم تاج هم رفتن، دوباره برگشتن. ببینید اینا همشون به هر حال یک سمپاتی و یک حساسیتی نسبت به این تیم‌ها داشتن. اما بازی دیگه‌ای که باز به جنجال کشیده میشه و یه داوری داره که الان بهش اشاره میکنم، بازی هست که شاهین و باشگاه دهیم هست. دهیم از زیرمجموعه های باشگاه تاج بوده. دو تیم در تیر ماه سال 1340 با هم روبرو میشن. مربی تیم دهیم رسول مددنامی بوده، از مربیان بسیار خوشنامه فوتبال ایران، و داور بازی حسین فکری بوده. حسین فکری که در حقیقت بعداً مربی تیم ملی میشه، تیمو به المپیک میبره، مربی باشگاه های مختلف من جمله عقاب، تراکتور سازی و یکی از شخصیت های برجسته فوتبالی است. در این بازی حسین فکری داور است، یعنی در باشگاه شاهین و دهیم. ولی درگیری پرویز ابوطالب و مسعود برومند تو این بازی رو به جنجال میکشونه. تو یک صحنه با هم درگیر میشن و بعد هماین بهزادی در حقیقت نفر سوم این درگیری میشه، منوشهر تیورچی از جبهه تاجی ها درگیر میشه و زد و خورد و مشت و لگد و دوباره بازی به هم میخوره و حسین فکری و رسول مدنوی نمیتونن آرامش رو به میدان ببخشن و باز پلیس و در حقیقت شکایت و شکوایی و اینا. بنابراین در حقیقت نبردهای دو تیم با داورهای مختلف از عصری و عصر دیگه، یعنی از عصر شاهین و تاج و عصر پرسپولیس و تاج انتقال پیدا میکنه. خب هی ایراد گرفته میشد از داورهایی که ما داشتیم. اون موقع بهترین داورهای ما مرحوم اسکار تهرانی بود، آقای نصیری بودن، آقای صالحی بودن، آقای صدری بودن. توجه میفهمید؟ یاد مرحوم صدری به خیر که همیشه میگفت 10 دقیقه آخر بازی مال منه، منم که تصمیم میگیرم چی بشه، که همیشه بازی رو نتیجه عوض نمیشه. در واقع در این دوران سنت استفاده از داور خارجی دیگه جا افتاده، اون دشنام ها، عتاب ها، اعتراض ها، تهمت ها دامنش گسترده شده و برای فدراسیون فوتبال ساده تر هست و بی درد سرتر که داور خارجی بیاره. و این یکی از بزرگترین داورای در واقع صاحب نامترین داوران جهان در این میدان حضور پیدا میکنه، توفیق بهراموف، کسی که 6 سال پیش فینال جام جهانی رو در ویملی سود زده، دیدار تاریخی انگلستان آلمان غربی، داور جنجالی، کسی که ضربه جف هورست رو که هنوز هم یعنی بعدها مشخص میشه توپ هرگز از خط دروازه نگذشته اعلام کرده که به عنوان داور کنار بود توفیق بهراموف که گل شده، اون داور افسانه‌ای در حقیقت در اون دوران شاید معروف ترین داور جهان بود و توفیق بهراموف در تهران هست و این شدت و حدت اون بازی اون روز نشون میده. بازار سیاه برای همین زیر جایگاه اون موقع میگفتن برای تا 100 تومن هم اینجا خیلی جایگاه ویژه‌ای بود، آدمای متمول و سرشناس و ستاره ها و سیاستمدارا و بازاریا و میلیونرا میشه، گفتن تا 100 تومن هم بلیت فروخته شده و توفیق بهراموف در میدان. عزیز اصلی محروم شده با بخشش فدراسیون روبرو می شود و بار دیگر در دروازه پرسپولیس می ایستد.
اصلی در دقیقه 31 گل اول بازی را از غلام حسین مظلومی دریافت میکنند. به من گفته بودن که دروازه‌بانی مثل عزیز اصلی کجیسته، این تو دروازه وقتی وای میسه حواست جمع باشه نزدیکش نشه چون میزنتت. من یه توپ رو دقیقه فکر کنم 8-9 بود فرار کردم، توپ رو زدم از کنار پاهای عزیز اصلی به سمت دروازه شلیک کردم، توپ داشت میرفت تو گل. بعد به عنوان خوشحالی سمت تماشاگران اون که داشتم میرفتم، تو امجدی هم بود بازی، عزیز اصلی توپ رو بل کرده و داشت سراغ من میامد. گفته بودم که سمتش نرو، من فرار کردم از ترسم که مبادا یه وقتی به من آسیب برسونه، ولی خب اون توپ گل شد. بعد از این گل پرسپولیس بازی رو در دست میگیرد. اون بازی ناصر حجازی در اون دروازه تاج بازی میکنه و در مجموع پس از گلی که پرسپولیس دریافت میکنه بازی بهتری انجام میده. دروازه حجازی بارها تهدید میشه. یکی از بازیهای خوب ناصر حجازی است برابر پرسپولیس. بار با شیرجه‌های متوالی توپ به تیر دروازش میخوره. ولی درست در لحظات پایانی بازی سفر ایران پاک گل نجات بخش پرسپولیس را وارد دروازه میکند و بازی 1-1 مساوی خاتمه مییابد. ما 1-0 جلو بودیم. یه گل ایران پاک دقیقه 87 56 گل که زد دقیقاً بهرام‌وف پرید بالا. اصلا مثل که آب سرد ریخت، خوشحال شد که جمعیت، بازی مساوی شد. روسی هم بود. روز 15 بهمن ماه 1350 بار دیگر ورزشگاه شیرودی پر از تماشاگر است. پرسپولیس استقلال برای 8 بار مقابل هم قرار می گیرند. هر دو تیم مربی خارجی روی نیمکت دارند. استقلال مطابق معمول با مربی یوگسلاوش رایکوف وارد زمین می شود، ولی پرسپولیس برای اولین بار با مربیگری آلن راجرز در مقابل استقلال سفارایی می کند. رایکوف پایه گذاری کرد، پایه ریزی کرد برای تکنیک هایی که در خدمت تاکتیک عمومی قرار می گیرند. آلن راجرز اومد کار دیگه کرد، اومد قدرت بدنی، یعنی فیزیک بازیکنان رو برد بالا، قدرت بدنی بازیکنان برد بالا. تو سه تا مربی خوب تو ایران اومده خارجی، یکیش همین آقای رافلتی اوفارل بود، یکیش رایکوف بود، یکیش راجرز مال پرسپولیس. این سه تا مربی اومدن اون زمان تأثیری تو فوتبال ایران رو داشت. آقای راجرز هستش، فکر کنم زنده است. ایشون مربی ما بود. ما دیگه بودن گردنه قوچک. تپای داوودیت اون یاد داد به اهالی فوتبال. اون نشون داد با اینکه خارجی بود میگاش ببینه کجا محیطی مناسبی است برای آمادگی جسمانی. آلن راجرز وقتی اومد من گفتم موثر بود در فوتبال ما، غیر از اینکه سیستم رو عوض کرد شروع کرد یک سری به اصطلاح مهارت‌های گروهی یا ترکیبی رو به ما آموزش دادن. یکی از اون مهارت‌ها حرکت اوورلپ بود که بین من و علی پروین انجام میشد. من وقتی عقب بودم در دفاع بودم، علی پروین در فاصله مثلا 10 متری من قرار داشت، من توپو میادم به علی پروین، علی پروین با توپ کم میرفت جلو و من از پشت علی پروین حرکت میکردم با سرعت، در همون زمان این فضا برای من خالی میشد، با سرعت میرفتم خودم میرسوندم تا لب خط. اینجا که میرفتم یک ضرب ساند میکنم رو دروازه، یعنی بدون اینکه مکس کنم، و چون یه حرکت انفجاری بود تیمای حریف به هیچ وجه نمیتونستن من مهار کنم. حتی دو تا سه دفاعم تو مسیرم میذاشتن به خاطر اینکه من سرعت داشتم و توپ در یک فضای آزاد میافتاد، من سریع میتونستم تو رو دروازه ساند کنم و در اونجا ما سرزنان قهاری داشتیم. گفتم گلایی که میزدیم اکثر رو این حرکت بود. پرسپولیس بازی را بهتر از همیشه آغاز می‌کند و با گل حسین کلانی نیمه اول را با پیروزی پشت سر می‌گذارد. که اولین گل رو من خودم پاس دادم، رفتم اون گوشه، از اونجا سانت کردم، حسین با شیرجه توپ کرد تو گل. خب اون روز ما بد بازی کردیم، از هر جا زدن رفت تو گل. منم مدت کمی تو زمین بودم چون ناحیه کمر آسیب دیدم اومدم بیرون. در نیمه دوم سفر ایران پاک گل دوم را هم برای پرسپولیس به ثمر می‌رساند. همه چیز برای پیروزی قرمزها مهیا است. تعویض‌های رایکوف
این بار به داد استقلال نمیرسد. مربی اون رایکوف دو تا بک چپ فرستاد تو زمین. دو تا بک چپ. یعنی که اون منطقه رو ببنده که از جلوی حرکت من با علی گرفته بشه، ولی با این حال بازم رو اون حرکت ترکیبی که اونا آشنا نبودن ما این کار رو میکردیم. گل‌های سوم و چهارم به وسیله محمود خوربین و حسین کلانی وارد دروازه استقلال میشود. اول دوم شما زدی؟ دوم سفر زد. شما با سفر ایشون زدی؟ باید حستون بلی. و تک گل علی جباری بی اثر میماند. اون یه گل هم ارای دور آقای من دقیقا یادم آقای جباری روی ضربه کاشته زد. یه کاشته شد، من این کاشته رو زدم تو گل، اعتراض کردم. اسم نمیبرم، آقایون اعتراض کردن و آقای داور تکرار کرد. من به یکی از همون دوستان گفتم اینم میزنم تو گل، ناراحت نباش. و زدم تو گل، شد 4-1. پرسپولیس تیم خوشبخت زمین است. آنها با حساب 4-1 استقلال را میبرند تا جای هیچ حرف و حدیثی باقی نماند. از نکات این بازی اینه که اولین باریه که تماشاگرا به صورت خیلی عملی شروع میکنن به پرتاب اشیا و به خصوص یخ به سر و صورت بازیکن‌ها، به طوری که ابراهیم آشتیانی علی جباری تو همون نیمه اول به صورت مضروب به رخکنا میرن. از بین نکات دیگه این بازی درگیری بین عبداللهی و بهزادیه که با اثر خطایی که تو همون نیمه اول عبداللهی روی بهزادی انجام میده، بهزادی مضروب میشه و در دقیقه 26 مجبور میشه که از بازی خارجش بکنن و تعویض میشه. در سومین روز از نوروز سال 1351 پرسپولیس در دیداری از لیگ ایران برای نهمین بار در برابر استقلال قرار میگیرد. اکنون پرسپولیس با مربیگری آلن راجرز در یکی از بهترین دوران خود قرار دارد. در مقابل استقلال که کمتر از دو ماه قبل با نتیجه سنگین 4-1 مغلوب رقیب شده، آماده تا انتقام بگیرد. نیمه اول بازی چنگی به دل نمیزند. در پنجمین دقیقه از نیمه دوم سفر ایران پاک گل برتری پرسپولیس را به ثبت میرساند. در حالی که استقلال برای زدن گل تساوی به هر دری میزند، این حسین کلانی است که باز هم برای پرسپولیس گل میزند تا سرخپوشان با برتری 2-0 از سد استقلال بگذرند و دومین برد پیاپی خود را در مقابل آبی ها جشن بگیرند. اون زمان آشتیانی اورلپ رو میکرد، انجام میداد، یعنی بارها میرفت و میومد اون لبه خط، میرفت و میومد و یه بازیکن بسیار قوی بود و دوتا گلی هم که ما زدن رو پاسای ابراهیم آشتیانی. روز 11 اسفند ماه 1351 روز برگزاری دهمین دیدار استقلال و پرسپولیس است. پرسپولیس هر دو بازی آخر را از استقلال برده و استقلال برای بازگرداندن غرور به هوادارانش برای برد میدان آمده. بازی با برتری استقلال شروع می شود، ولی آبی ها تا دقیقه 40 صبر می کنند تا با ضربه کاپیتان علی جباری به گل برسند. ببینید، ما بعد اینکه باخته بودیم دیگه یه تعصب داریم، ما تعصب به خاطر هوادارامون، به خاطر باشگاهمون. موقعی که میان تو محل، تو خونه، تو خانواده میگه این دفعه دیگه نشه اون مثل دفعه قبل. خب ببینید، اینا همه انگیزه به وجود میاره و باعث میشه که ما چه بکنیم. ما حتی بیایم تا اونجا که امکان داره بتونیم چیزی که تو این دو بازی از دست دادیم به دست بیاریم. نیمه اول همین یک گل را در بر دارد. نیمه دوم داستان مشابهی دارد. علی جباری در فاصله 3 دقیقه پایان گل دوم تیمش را به ثبت میرساند و استقلال پرسپولیس را میبرد. علی جباری یه موره کلیدی ما بود که در خط هافک بهتر، یکی از بهترین ها بود. اون زمان هم در تیم ملی بود و شوتای خیلی خوبی داشت، تکنیک خوبی داشت، پاسور خوبی بود برای من تو خط هافک. یعنی هیچ وقت یادم نمیره، یک دوهاش خیلی خوب بود، حرکاتش خیلی خوب بود، بعد قدرت شوت زنی بالایی داشت، فکر بازی سازی خیلی خوبی داشت. یعنی به عنوان یه پلی میکر تو مرکز زمین کارایی توانایی بالایی رو داشت علی جباری. این بود که خب بیشک هر بازی بوی گل میداد. یعنی اگه 90 دقیقه بازی میکرد ما
اطمینان داشتیم که علی جباری میتونه که ما رو به گل برسونه. یازدهمین دیدار استقلال و پرسپولیس هم مثل بازی‌های گذشته در ورزشگاه مملو از تماشاگر شیرودی برگزار می‌شود. مطابق معمول حساسیت بالاست. استقلال با گل زود هنگام محمد رضا عادل‌خانی که در دقیقه سوم بازی وارد دروازه می‌شود از حریف پیش می‌افتد. بعد از این گل آنها با دفاعی محکم دروازه خود را بسته نگه می‌دارند. بازی با وجود حملات جست و گریخته پرسپولیس 1-0 به سود تیم استقلال به پایان میرسد. ببینید اون زمان خب من با مسئولین باشگاه خودم صحبت کردم، گفتم که برادر من در تیم ملی جوانان هستش و مهاجم خوبیه، با آقای رایکوف گفتم سعی کنیم که اینو جذبش کنیم، اگه برادر من در تیم نباشه ما خط نشون ساختیم برای آقای رایکوف، نباشه منم نیستم. و قبول کردن، دعوت کردن، اومدن و ایشونو جذبش کردن. اومدنم تو استقلال واقعا سری مسائل جالبی رو همراه داره. اولا من تو اون شرایط به قول عشق و علاقه باعث شد که بعد بیام استقلال، وگرنه من اگر منطقی باید فکر میکردم، چون واقعا اینو جدا میگم، من تو دوران تیم ملی جوانانم خیلی تو اوج بودم، حالا حسن روشن و نراقید و مهاجم کناری من بودن که اونا هم تو استقلال بودن فیکس شدن. من با امید اینکه اینا جوانگرایی میکنن، ولی فکر نکردم که یه غلام حسین آماده اون جلو هستش. غلام حسین اون موقع واقعا که من اومدم میگم اشتباه کردم، بخاطر اینکه هم رایکوف غلام حسین رو واقعا دوست داشت، حتی میخواست با خودش ببره خارج از کشور، همین که مهاجم اول فوتبال ایران بود، تیم ملی مرتب فیکس بود، گل میزد تو استقلالم خیلی گل میزد، واقعا من معلوم بود نیمکت نشینشون. پرویز تازه به تیم ملی جوانان اومده بودن، از تیم ملی جوانان برای تیم ملی جوانان هم دقیقه 3 دو تا گل زده بود، بعدم خب بازی خوبی از خودش به نمایش گذاشته بود. خب منم میتونستم ادعا کنم که برادر من یه مهاجم خیلی خوبه، میتونه جوابگو باشه. ما رفتیم با آقای دستشیرگی بودی، آقای باغوردانی، سه بازیکن موره، دو موره کلیدی تیم ملی جوانان اون دوره، رفتیم با باشگاه پرسپولیس مذاکره کردیم. آقا ما رو بچه‌ها که می‌رفتن منم بردن. اون موقع همایون بزادی می‌خواست فوتبال بذاره کنار، من میگفت می‌خوام جانشین من بشی. پدر من از آبادان فهمیده بود، خدا بیامرزش، فهمیده بود که من رفتم صحبتای با پرسپولیسیا کردم. خود بچه‌های اینجا آقای کوزه‌کنانی و تیورچی اون موقع بودن در استقلال، مسئول نقل و انتقالات و سرپرست تیم بودن، زنگ زده بودن پدرم از آبادان کشیده بودن که پسرت داره میره پرسپولیس. من برف میومد، یادم یا بهمنباد بود توی هتل وین ما اردومون بود، گفتن پدرت اومده دنبالت. من تا اومدم جلو در بابام تو آغوش بگیرم، یک چکی به من زد که من چکر هیچ وقت فراموش نمی کنم، سرپی خوردم زمین. میگه بری پرسپولیس، خانواده ما تمام استقلالیه. من دیدم اونور هم رایکوف وایستاده، هم تیورچی و هم کوزه کنانی اونور پشت وایستاده دادم میخندیدن. آره آقای رایکوف هم قبول کردن، اومدن در تمرینات شرکت کردن و جذب باشگاه شدن. همون موقع من قرارداد 3 ساله به مبلغ 5,000 تومان با ما بستند تو استقلال. واقعا میگم من شاید غلام حسین دید یه رقیبی پیدا کرده، ما رو برد اونجا ذخیره خودش باشه و میتونه اصلا جایگزین خوبی هم برای من باشه. من هر جا که میرفتم 100% فیکس تیم ملی میشدم، ولی اومدم 2.5 سال تو استقلال واقعا به عنوان بازیکن ذخیره نشستم، ولی هیچ حرفی نزدم، حق من بود، ولی هیچ حقی ندادم، چون میدیدم مهاجم مثل غلام حسین اون جلو هست و من حقی هیچ گونه اعتراضی نداشتم.